سلام. خیلی وقتا پیش میاد که بعضی از بچه ها به من میگن که ما یه فیلمی پیدا میکنیم اما زیرنویس نداره، یا چطور بگردیم یه فیلمی پیدا کنیم که زیرنویس داره خودش. اما شرایط ساده تر اینه که اصلا نیازی نیست شما حتما دنبال فیلمی بگردین که خودش زیرنویس داشته باشه، حالا چه فارسی چه انگلیسی. شرایطی هستش که شما میتونید توی وب در واقع بگردین کاری که قرار امروز من نشونتون بدم دقیقاً چطوری. من نه مسعود، میخوایم دقیقاً نشونتون بدیم که چطور و کجا بگردین و در واقع زیرنویس پیدا کنین، بندازینش رو فیلم، حالشو ببرین. و ویدیو امروز توضیحش با مسعوده، چون که خودش زحمتشو کشیده و من گفتم هیچ کسی بهتر از خودش نمیتونه این موضوع رو توضیح بده. پس بریم ببینیم. سلام دوستان، امروز میخوام یه تکنیک خیلی ساده بهتون یاد بدم که با اون میتونید هر زیرنویسی به هر زبونی که میخواید، حالا فارسی باشه، انگلیسی باشه، ترکی باشه، آلمانی، فرانسه، هر چی که بخواید روی فیلم بذارید. یه نکته که ساحل هم گفت اینه که خیلی از دوستان فکر میکنن که حتما باید اون فیلم خودش زیرنویس داشته باشه، در حالی که با این تکنیکی که امروز بهتون یاد میدیم این میفهمید که نه، اصلا دلیلی نداره و شما کافیه فقط یه فیلم داشته باشید و بعد میرید اون فرمت فیلم رو نگاه میکنید و بعد میرید به اون نرم افزار که بهتون میگم، که اتفاقا رایگان هم هست اون نرم افزار و یه سری سایت هم هستن که باز رایگان میرید و اون زیرنویسی که دوست دارید دانلود میکنید و بعد میتونید خیلی راحت اجرا کنید. پس یه سری مراحل داره که الان بتونید به طور کلی الان میگم و بعد توی قسمت بعدیش یه برنامه امروزمون هم به جزئیات بهتون میگم. خب پس باید یه دونه نرم افزار داشته باشید اول که مناسب باشه برای این کار، هر نرم افزاری نمیشه. و بعد اینکه باید یه سری سایت ها هست که بهتون میگم که میتونید برید اون زیرنویس به هر زبونی که دوست دارید رو دانلود کنید. و به قسمت آخر هم اینه که خیلی ساده میاید اون نرم افزار رو اجرا میکنید، فیلم رو روش میندازید و بعد هم زیرنویس رو. خب پس بزن بریم قسمت اولش راجع به نرم افزارهای مناسبی برای این کار. نرم افزار اول معروف هست به VLC که شما میتونید به صورت رایگان از سایت اصلش که اینجا نوشتم براتون دانلود کنید. بعد داخل سایت که برید میتونید این نرم افزار رو دانلود کنید، همینجور که میبینید برای ویندوز یا مک یا حتی برای موبایل هم داره. البته من موبایل خودم امتحان نکردم، همونجور که گفتم من خودم از VLC استفاده میکنم، اما اگر به هر دلیلی مشکل داشت از این نرم افزار جایگزین میتونید استفاده کنین، معروف به KM Player که سایتش هم اینجا براتون نوشتم. و اگر اینجا برید میبینید که باز برای نسخه های ویندوز یا موبایل داره، نسخه اپل هم البته باز داره این نرم افزار. خب حالا فرض کنید که یه فیلم شما دارید و میخواهید براش زیرنویس پیدا کنید، یک سری سایت ها هستن که ما میتونیم از اون استفاده کنیم. مثلا فرض کنید اگر من گوگل کنم چجوری میتونم زیرنویس یا سابتایتل دانلود کنم، میبینید که یه لیستی از سایت ها میاد که اولیش سابسین هست که من خودم از این سایت استفاده میکنم. خب من خودم به شخصه تا حالا هر زیرنویسی که خواستم رو سابسین داشته، اما خب به هر حال اگر دیدید که یه موقع زیرنویسی که شما دنبالش بودید رو اونجا نداشت، میتونید خب به سایت های دیگه مراجعه کنید. خب اینجا بذارید سر بزنیم به سایت sapsin.com. من خودم قبلا خیلی از این سایت زیاد دانلود میکنم زیرنویس، حالا چه فارسی چه انگلیسی. و خب مثلا فرض کنید که میخوایم اینجا فیلم لاین کینگ رو زیرنویس دانلود کنیم، مثلا کارتونشو سرچ میکنیم لاین کینگ و بعد اون گزینه‌ای که ممکنه مربوط به اون باشه رو میاره براتون. و حالا در این مورد خاص اصلا دو تا فیلم به این نام هست، دو سال مختلف، ما مثلا میخوایم اون 2019 رو دانلود کنیم. خب روش کلیک میکنم و بعد میایم اینجا و بعد شما میبینید یه قسمتی میاره که چندین و چند زیرنویس مختلف هست که اینا اومده بر اساس زبان و فرمت و خلاصه کسی که اومده اون آپلود کرده تو این سایت دسته‌بندی کرده. مثلا میبینید زبان عربی داره، نمیدونم خیلی زبان‌های دیگه، برزیلی، چاینیز، جرمن، ایتالیایی داره، مثلا داش داره، کلی انگلیسی مثلا داره، فرانسوی و نمیدونم کلی هم میبینید فارسی یا پرژن داره که اینا اومدن آدم‌های مختلف اینا رو آپلود کردن با توجه به فرمت ویدیویی که دارید شما اومدن دسته‌بندی کردن. و خب شما باید
یه چیزی که دقت کنیم این فرمت های مختلف هست، مثلا برای نمیدونم فیلم 1080 یا 720. معمولا من همون فیلمی که دانلود کرده بودم دقیقا نگاه میکنم چه اسمی داره و میام عینش رو اینجا پیدا میکنم. اما اگر که شما مطمئن نبودید میتونید مثلا زیرنویس های مختلف رو امتحان کنید و بعد اونا رو امتحان کنید ببینید کدوم زمان بندیش مناسب است، دقیقا مشابه فیلم شما هست و خلاصه مناسب است برای اجرا کردن. و میبینید اینجا یه سری نوت ها هم گذاشتن که نمیدونم یکی اومده نوشته، فرض کنید من اومدم اینو درست کردم نسبت به زیرنویس قبلی. ولی خلاصه این سایت خیلی خوبی هست و شما حتما امتحانش کنید. خب حالا به عنوان نمونه بزنید اینو بهتون نشون بدم. من این فیلمو داشتم The Little Shop of Horrors که رفتم اینو زیرنویسش از اون سایت سابسین دانلود کردم و میبینید که زیرنویس‌ها با فرمت .srt هستن. حالا اینا اگر توی یک فولدر باشن و شما اون فایل فیلمتون رو با یکی از همین نوسارهایی که گفتم مثل VLC یا Game Player بازش کنید، خود به خود اصلا زیرنویس میاد براتون. شاید بعضی موقع لازم باشه که فعال کنید زیرنویس رو، اما خود اون دیفالتش این است که براتون زیرنویس میاره. خب امیدوارم این مطلبی که امروز براتون گفتم براتون مفید واقع بشه، حالا چه میخواد زبانتون قوی کنید چه زیرنویس بگی برای فیلم دیدن. لذت ببرید و موفق باشید. خیلی ممنونم که این قسمت هم همراه ما بودین و حتما توی کامنت ها بگین که موفق شدین کار انجام بدین یا نه. و تا قسمت بعدی فعلا.